اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خداحافظی تلخ آیت الله خامنه ای با نماد بلند پروازی های منطقه ایران. در 60 دقیقه امشب میپرسیم هدف قدرت نمایی خیابانی جمهوری اسلامی در مراسم تشییع قاسم سلیمانی چیست؟ از دو تحلیلگر میپرسیم آیا حضور پرشمار در مراکز تشییع مهر تاییدی بر سیاست های حکومت ایران است؟ همچنین در برنامه امشب حال و روز محور مقاومت در نبود معمارش، نیروهای وابسته به ایران از یمن تا لبنان به کدام سو خواهند رفت؟ و نگرانی بازارها از تشدید تنش در منطقه، بورس تهران سقوط کرد، قیمت نفت از 70 دلار گذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران امروز بر جنازه قاسم سلیمانی به تلخی گریست در میان هیاهوی جمعیتی میلیونی با احساساتی برانگیخته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم یک پیام تهدیدآمیز دیگر منتشر کرد، پیامی که سطح تنش را در فضای پرکینه میان دو کشور بالاتر میبرد. او با حروف بزرگ نوشته که ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد. حالا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا، شبح جنگی تمام عیار بر سر ایران و خاورمیانه سنگینی می‌کند. گروه‌های مسلح مذهبی در دایره‌ای فراتر از ایران سوگند انتقام یاد کردند. آمریکا هم بی‌تعارف از حمله خردکننده به ایران گفته، حتی حمله به مکان‌های با ارزش فرهنگی. نمایش خیابانی حکومت ایران رعبی در دل تصمیم‌گیران آمریکا خواهد انداخت. این دشمنی 40 ساله آتش یک جنگ دیگر را روشن می‌کند. اول گزارشی از فرین عاصمی. مدافع حرم برگشت. تشییع جنازه قاسم سلیمانی در قم، تابوت او و همراهانش که در بغداد کشته شدند از قم به جمکران تشییع شد. اینجا هم تهران است و این تصاویر کمتر دیده شده از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حال گریه برای قاسم سلیمانی. نماز میت برای فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله هوایی آمریکا کشته شد. اللهم ان هؤلاء. آیت الله خامنه ای عبارتی را سه بار برای قاسم سلیمانی خواند که به این معنی است: خدایا ما جز خیر و خوبی از ایشان ندیدیم. اللهم ادخلهم برحمت. رسانه های ایران میگویند آیت الله خامنه ای از خواندن این عبارت برای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام خودداری کرده بود. خبرگزاری های ایران میگویند میلیون ها نفر در این مراسم شرکت کردند. خبرگزاری رویترز این مراسم را پرجمعیت ترین بعد از مراسم تشییع آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی توصیف کرد. رئیس مرکز اورژانس تهران گفته تا ساعت 2 بعد از ظهر بیش از 200 نفر از افرادی که در مراسم تشییع قاسم سلیمانی شرکت کردند به اورژانس مراجعه کردند و 52 نفر آنها به بیمارستان منتقل شدند. روایت مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی خونخواهی و انتقام بود. انتقام شهید سلیمانی با 4 تا شلیک موشک زدن یک پایگاه، حتی با کشتن ترامپ هم، یعنی اونها ارزش خون این شهید رو ندارن و تنها چیزی که میتونه خونبهای این شهید باشه ازاله کامل امریکا از منطقه است و اخراج اونها. خانواده قاسم سلیمانی هم در این مراسم حضور داشتند. امروز سلیمانی های مقاومت پیام دادند. عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حوسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که تو کفایت می کنن پیامشان را خواهند داد. ولی جمهوریتی
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هم در سخنانی ضد آمریکایی گفت خط مقاومت در سرزمین فلسطین هرگز شکست نخواهد خورد و ادامه خواهد یافت. همزمان با نمایش قدرت جمهوری اسلامی در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر، خطر جنگ همچنان وجود دارد. در حالی که مقام‌های ایران از انتقام و تلافی خون قاسم سلیمانی صحبت می‌کنند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنگام بازگشت از تعطیلات به واشنگتن در هواپیما به خبرنگاران گفت نمی‌شود که ایرانی‌ها مجاز باشند آمریکایی‌ها را بکشند و شکنجه و مصدوم کنند و از بمب کنار جاده‌ای علیه آنها استفاده کنند، ولی آمریکا اجازه اقدام علیه اماکن فرهنگی آنها را نداشته باشد. آقای ترامپ پیشتر هم ایران را در توییتر تهدید کرده بود. ما 52 سایت ایران معادل 52 گروگان آمریکایی که ایران خیلی سال پیش گرفت که برخی دارای ارزش و اهمیت بالا برای ایران و فرهنگ ایرانی هستند را در تیررس داریم و به این اهداف و به خود ایران به سرعت و به شدت حمله خواهد شد. آمریکا دیگر هیچ تهدیدی را تحمل نمی‌کند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه نوشت که تهدید علنی رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به اماکن مهم فرهنگی ایران در صورت اجرا جنایت جنگی خواهد بود. یونسکو، نهاد آموزشی، علمی، فرهنگی سازمان ملل هم گفته آمریکا معاهداتی را امضا کرده که بر اساس آن موظف است از آسیب رساندن به میراث فرهنگی در زمان درگیری‌های نظامی خودداری کند و بنابراین باید به این تعهدش عمل کند. وزیر خارجه بریتانیا هم گفته که بر اساس قوانین بین‌المللی نباید به اماکن فرهنگی آسیب زد. فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران، هم در پیامی گفته جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته آسیب‌های جدی به میراث فرهنگی ایران زده، اما ملت ایران خواستار صلح، آرامش و آزادی اند و با تکیه بر این خواست ملی و حفظ آثار فرهنگی ایران است که رهبران سیاسی جهان می‌توانند دوستی و همبستگی ملت ایران را با خود داشته باشند. داره تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه. معتقدان میگویند قاسم سلیمانی بخشی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی است که حدود 50 روز پیش در خیابان‌ها صدها نفر را با شلیک مستقیم گلوله کشتند. به خانواده شهید سلیمانی. اما حامیان او و بیشتر کسانی که امروز در مراسم تشییع جنازه شرکت کردند میگویند این مراسم نمایش وطن دوستی و ایستادگی در برابر آمریکاست که ایران را به جنگ تهدید کرده است. فرین عاصمی، بی بی سی. مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی از تهران با ماست. آقای خزعلی، امروز تصویری منتشر شد از شما که کمی دورتر پشت سر آیت الله خامنه ای در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کرده بودید. شما از منتقدان جمهوری اسلامی هستید، یک بار خواهان مناظره با قاسم سلیمانی شده بودید. چطور شد که امروز در مراسم تشییع جنازه شرکت کردید؟ ببینید، انتقادها و اختلافهایی که ما بین خودمون داریم سر جای خودش محفوظ و هنوز هم نقدهای من بر حضور در سوریه و لبنان و عراق به جای خود هست، اما امروز هم آمدیم به صحنه برای نفی تجاوز، خشونت و ترور، برای اینکه اگر نمی آمدیم جنگ خانمانسوز بر مردم ایران و عراق سایه افکنده است. ما بایستی با اون جنگ مقابله کنیم و ما پیروز میدان خود این شهیدانی که مظلومانه با ترور ریخته شد تا اینجای کار پیروزی مطلق رو برای دو ملت ایران و عراق برمغان آورده و اگر 6 سال جنگیدیم با دست پرورده آمریکا، یعنی داعش، ایران و عراق و لبنان و افغان و سوریه همه جنگیدن، 6 سال جنگیدن، اما قاسم سلیمانی به تنهایی با شهادتش، با تن چاک چاکش، عراق را از سلطه این استعمارگران آزاد کرد و پارلمان عراق تصویب کرد که آمریکا باید خارج بشود. این پیروزی بزرگی است. نیازی هم به انتقام نیست. ما در واقع پیروز این میدان بودیم. خطای آمریکا آنقدر فاحش است که دیگر کشوری نمیتواند از این خطای ترامپ پشتیبانی کند. گفتید حضور ایران در سوریه، لبنان و عراق رو نمیپسندید، منتقد هستید. بسیاری میگن که این حضور مصیبت آفرین بوده. ویرانی که در سوریه دیده میشه بخشش به دلیل همین حضوره. بله، من قبلا هم گفتم که در واقع یک سوء تدبیری بود که اگر میگذاشتیم بهار عربی میآمد و بشار میرفت و حکومت دموکراتیکی میآمد مثل تونس، رابطه ما بهتر هم میشد.
اونجا خطاست، اما بعد آمریکا داعش رو درست کرد و سه سرزمین ایران و عراق و سوریه رو به نابودی کشوند. اینجا مقصرش آمریکاست. بله، در آغاز کار من این سوء تدبیر رو گفتم و هنوز هم بر اون معتقدم و اون موقع دعوت مناظره کردم و هنوز هم کسانی که میخواهند حمایت کنند از این حضور اشتباه باز هم آماده مناظره هستم. اما امروز حضور در این صحنه است. من اتفاقا میخوام بگم منتقدین و مخالفین و اصلاح طلبان چرا در این قاب عکس نبودند. ما باید میامدیم که بدانند اولا این جمعیت میلیونی که بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشری رو رقم زده است در مشایعت این سردار متعلق به جناح خاصی نیست، جناح حاکم یا جناح خاصی این جمعیت مصادره نکنه. من ایستادم اونجا برای اینکه نتوانند این جمعیت میلیونی رو به نفع جناح خودشون مصادره کنند و بدونن ما هم هستیم در مقابل اینکه جنگی نشود. آقای خزالی، آمار دقیقی هنوز منتشر نشده. فرمودید بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشری باید در این زمینه بیشتر بررسی بشه. منتها شما گفتید که بقیه افراد هم باید می آمدن از جناح‌های مختلف. چرا باید چنین اتفاقی می افتاد؟ ما می دونیم که بسیاری از چهره‌های سیاسی حوادث آبان ماه رو به یاد دارند. ببینید، حوادث آبان رو ما هم اونجا بیانیه داریم، منتقدم بودیم، جدی منتقد بودیم و از خون اون عزیزان و شهدای آبان هم نخواهیم گذشت و ادامه خواهیم داد. اما امروز بحث این است که همه منتقدین بودن. من میگم در اون قاب عکسی که در اون جایگاه نماز بود باید بودن. بله، در خیابان‌ها همه منتقدین بودن، مردمی که در خیابان بودن همون کسانی بودن که در آبان ماه هم در خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند به گرانی‌ها. من خودم در خیابان در جایی در تشییع جنازه امام هم بودم که خیلی عظیم بود، اما اینجا اونقدر ازدحام بود که داشت استخوان‌های قفسه سینه من، دنده‌های من می‌شکست و واقعاً عده‌ای از حال رفتن. من به یاد منا افتادم. این ازدحام در هیچ راهپیمایی نبود، حرکت نمی‌شد کرد، جنازه نمی‌تونست حرکت کنه. ببینید، این جمعیت رو شما باید در طول 10 ساعت ببینید. برای ما 1 ساعت در اون خیابون بودیم. حالا این آدم‌هایی که می‌رون و آدم‌های دیگری می‌آیند، این مسافت رو حساب نکنید. حساب کنید هر کسی چند ساعت بوده است. 10 ساعت تشییع جنازه در طول 15 کیلومتر در ترعیه‌ها هم پر از جمعیت. این فضا حاکمیت رو در چه شرایطی قرار میده؟ به نظر شما باعث روحیه گرفتن میشه یا اعتماد به نفس کاذبی ایجاد میکنه که شاید منجر به جنگ بشه؟ بله، متاسفانه باید مراقب باشیم. این جمعیتی که اومده است، خدا اینا کرده خطا نکنیم. الان پیروز میدانیم و یک خطا، یک خشونت، یک موشکبازی میتواند صحنه را عوض کنه و خیلی ساده صحنه برگرده. مثل رفتن از دیوار سفارت عربستان که صحنه ای که به زیان عربستان بود بلافاصله برگشت به زیان ایران. اینجا مراقب باشیم، خطایی نکنیم. انتقام ما همین جمعیتی است که در خیابان آمد، جمعیتی در عراق آمد، جمعیتی که در شهرهای مختلف ایران آمد. این یعنی پاسخ ترامپ و اخراج آمریکایی‌ها از منطقه و آن منطقه را برای حکومت‌های قانونی خودش بگذاریم. این میشه انتقام ما و قطعاً پیروز میدان خواهیم بود اگر امثال آقای رضایی اون حرف‌ها رو نزنن. امثال محسن رضایی و بقیه مراقب باشن. در کلام هم کلامی تند نباید گفت. خب آقای خزعلی، احتمال جنگ خیلی تقویت شده، همه این رو میدونن. اگر جنگی مثلا در بگیره، شخص شما چیکار می‌کنید؟ ما تلاش میکنیم این جنگ نشه، اما اگر جنگ بشه واقعیت این است که این جنگ با جنگی که ما میرفتیم جبهه متفاوته. نه یک سرباز آمریکایی پایش به خاک ایران میرسد، اما در ظرف 72 ساعت زیر ساختهای ایران زده میشه، مملکت در تاریکی میره. برای یک آب باید بگردیم، یک گالون بیسکویت بیاریم که استفاده کنیم. همه امکانات قطع میشه و من بارها گفتم کارت آبربانک در جیبتون هست اما نمیتونید ازش استفاده کنید و نون بخرید و بعد میشه غارت و مسائل شورش های داخلی. همه پل ها زده میشه، همه مواصلات قطع میشه، ارتباطات قطع میشه. اینها رو واقعی باشیم ببینیم، نیام با تصورات و شعارها فکر کنیم. البته بعدش آمریکا محکوم میشه به خاطر تجاوز، همونطور که در تجاوز به ژاپن در بمب اتمی محکوم شد، اما اونها دیگر
قربانیان هیروشیما رو برنگردون. مراقب باشیم برای تک تک جوانانمون مسئولیم که امروز سیاستی اتخاذ کنیم که اجازه ندهیم مغول‌ها به سرزمین ما حمله کنند. یک خطا باعث شد مغول‌ها به سرزمین ما حمله کردند و هر چه مسائل فرهنگی بود سوختند. حالا هم که آقای ترامپ تهدید به در واقع اهداف فرهنگی کرده است، مراقب باشیم این سرزمین و این تمدن با درایت و حکمت بایستی این پیروزی رو حفظ کنه. ما پیروز این بحث است. ممنونم از مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی از تهران. باز هم از تهران ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس ایران با ما هستند. آقای اصغرزاده، من این سوال رو ممکنه از شخصیت‌های سیاسی متعددی بپرسم. اول خود شما در مورد شخصیتی مثل قاسم سلیمانی چی فکر میکنید؟ سلام عرض میکنم خدمتون و به نظر من واکنشی که مردم امروز در سراسر کشور نسبت به قاسم سلیمانی نشون دادن بخشی از نمایشی از شخصیتی بود که خود ایشون داشت، یعنی چه توی منطقه و چه در داخل کشور، به عنوان معتبرترین نظامی که سیاست رو خوب میفهمه، سیاست منطقه‌ای رو، و در داخل کشور در مسائل داخلی دخالت نمی‌کرد. بارها اسمش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شد اما از سیاست کنار کشید و همچنان به عنوان سرباز وطن خودش رو معرفی کرد و همینطوری هم موند و الان هم واکنش مردم نسبت به من نگاه شما رو پرسیدم در مورد قاسم سلیمانی. این روزها بعضی او رو قهرمان ملی میدونن، بعضی هم میگن که قطعه بود از ماشین سرکوب. مشخصا شما چی فکر میکنید؟ نه، او در قامت قهرمان ملی بود. این مورد احترام همه اصلاح طلبان و گروه های مختلف در داخل کشور هست. شما گفتید که در مسائل سیاسی خیلی دخالت نکرد، ولی یکی از افرادی بود که اون نامه معروف رو به محمد خاتمی نوشت. درسته، یعنی اینکه نظامیان در دولت آقای خاتمی واکنش‌هایی داشتن مربوط به اون زمانه، اما در تمام پس از اون اتفاقاتی که افتاد، آقای سلیمانی پای خودش رو از حوزه سیاست در مسائل سیاسی داخلی کنار کشید و به همین دلیل هم شخصیت منحصر به فردی باقی موند و به عنوان یک نظامی معتدل، اخلاق گرا و در حقیقت بی‌طرف تلقی میشد، مورد احترام اصلاح طلب بود. او هم رابطه خوبی با اصلاح طلبان داشت از این بابت. حالا تشییع جنازه امروز آیا نمایشی از اتحاد ملی بود اونطور که آقای خزعلی اشاره کردند؟ قطعا به نظر من بخش زیادی از شکاف دولت ملت رو که توی اعتراضات دیما و آبان گذشته شکل گرفته بود رو پوشش داد و نشون داد که طبقات مختلف مردم در مسائلی که مربوط به امنیت ملیشون هست ظاهرا یک صدا پیدا میکنند و نمادش هم خب تشییع جنازه قاسم سلیمانی بود که در کف خیابونها همه طیف از طبقه متوسط تا طبقات محروم تا گروه های مثلا دورتر از نظام هم حتی حضور داشتند و قدردان مثلا چنین شخصیتی بودند. به نظر من نمایش وحدت ملی بود و تونست بخشی از مسائل داخلی کشور رو که ناشی از ناکارآمدی های سیستم بود یا مشکلاتی که پیش اومده پوشش بده. آقای اصغرزاده، بعضی میگن که اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هست. اگر به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نگاه کنیم و همینطور به فضای داخلی ایران، افرادی که امروز در خیابان بودند، حضور میلیونی خودشون رو نشون دادن، تا چه اندازه برای حکومت خواهند ایستاد؟ مثلا اگر جنگی در بگیره، حکومت میتونه روی حمایت این خیلی میلیونی حساب کنه؟ به نظر من دقتی که مردم داشتند بخشش ناشی از رفتار و عملکرد زورگویانه ترامپ بود. ترامپ اقدامش از نظر مردم ایران و بسیاری از مثلا ملت‌های منطقه غیر منطقی و قلدرمآبانه بود. بالاخره دو تا مقام رسمی نظامی که با یه پروتکل‌هایی بالاخره وصل شدن به حکومتشون، اون آقای شهید ابو مهدی معاون نخست وزیر بود، آقای سلیمانی
بالاخره یک نظامی رسمی بود، مسئول بود. ترور کردنش به این وضعیت از نظر مردم محکوم بود و به همین دلیل هم به نظر من مردم مسئله امنیت رو و به خصوص امنیت ملی رو مقدم دونستن بر اختلاف سلیقه‌ها و بر ایراداتی که نسبت به بعضی از سیاست‌های موجود یا وضعیت موجود دارند. آقای اصغرزاده، این سوال رو هم ممکنه من از شخصیت‌های مختلف بپرسم. اگه جنگی در بگیره، شخص شما چه کار می‌کنید؟ قطعا اگه این جنگی باشه که توجیه داشته باشه، البته جنگ چیز بدی است و همونطور که آقای خزلی هم گفت، به خصوص جنگ‌های کلاسیک و اینها که در نمیگیره. الان جنگ‌ها از روش‌های فناورانه صحبت می‌کنه و از راه دور عمل میشه. امیدوارم که این جنگ هیچ وقت در نگیره و ما توی تله نیفتیم، چون من اصلا کل این پدیده اخیر رو که منجر به شهادت شهید سلیمانی شد محصول یک تله میدونم که از پایگاه حمله به پایگاه امریکایی در کرکوک شروع شد و این امکان داره دست اسرائیل باشه و خیلی عجیب بود. بالاخره آقای سلیمانی مظهر یک نظامی بود که مذاکره رو دوست داشت، قبول داشت، یه مذاکره کننده قوی بود و به خاطر اصلا یه گفتگو دعوت شده بود توسط نخست وزیر عراق. زدن شهید سلیمانی به نوعی روند مذاکره در سطح منطقه و در سطح بین المللی بین ایران و امریکا رو هم حتی متوقف کرد و به نظر من کار زیرکانه بود که توسط اسرائیل انجام شده یا توسط حکومت‌های تو منطقه که حتی در طول عمرشون یک انتخابات رو هم برگزار نکردند، از اندیشه‌های بنیادگرایی حمایت می‌کنند و میتونه یه تله باشه که ما رو توی چرخه معیوب درگیری و تلافی‌جویی متقابل بیاندازه. ممنونم از ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس از تهران با ما. در این زمینه باز هم گفتگویی داریم با دو مهمان، فرخ نگهدار تحلیلگر و فعال سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند و همینطور مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن که به برنامه پیوستند. من سوال اول را از آقای نگهدار میپرسم. آقای نگهدار، تعبیر شما از عمل آمریکا چیست؟ بعضی نام ترور رو دادن، بعضی اعدام گفتن، بعضی هم فقط گفتن که از میان برداشتن یک فرمانده ارشد توسط نیروهای آمریکایی. در حال این اقدام دونالد ترامپ یک اقدام خلاف قوانین بین المللی، خلاف عرف بین المللی، بی سابقه و با ماهیت ترور هست. من اون رو به این عنوان میشناسم. عمل رو یک عمل تروریستی میدونید؟ عمل تروریستی که ما بریم افراد بیگناه رو مورد حمله قرار بدیم و جان اونا رو دست بگیریم، نه، این یک همچی ماهیتی نداشته. ولی هدفی رو در شرایط صلح، در شرایط غیر جنگی بین دو کشور، هدف آقای سلیمانی رو مورد تهاجم قرار دادند و کشتند. این عمل رو من محکوم میکنم و به شدت محکوم میکنم و اون رو به زیان منافع مردم ایران، به زیان مردم عراق و مردم منطقه میدونم و فکر میکنم تمام جهان هم امروز نشون داد که با این عمل موافق نیست. آقای خلجی، شما چی فکر میکنید؟ ببینید، من حقوقدان نیستم. یک جنبه این داستان این هست که از نظر حقوق بین الملل آیا این کار قانونی بود یا نه، با توجه به اینکه آقای سلیمانی در لیست تروریست، به اصطلاح لیست تروریست ها قرار داشت از جانب آمریکا، آیا این به آمریکا این حق رو میده که همونطور که در موارد دیگه هم سابقه داشته از جمله کشتن بن لادن، آیا این به آمریکا این حق رو میده که او رو در خارج از مرزهای آمریکا و بدون محاکمه به این صورت از بین ببره یا نه؟ ولی یک جنبهش هم جنبه سیاسی داستان هست که آیا چنین کاری میتونه آتش یک درگیری نظامی مهار نشده ای میان ایران و آمریکا رو برافروزه. ما به اون بحث میرسیم آقای خلجی، منتها خود این عمل رو اگر شما بخواید اسمی روش بگذارید یا اون رو بیان بکنید، چی میگید؟ قتل، کشتن، ترور یا چیزی دیگر؟
نه از نظر به معنی فنی کلمه ترور نمیشه اسمشو گذاشت، به دلیلی که به هر حال آقای سلیمانی فرمانده یک نیرویی بود که خود این نیرو از اینکه ضد آمریکایی هست و در کشتن بسیاری از سربازان آمریکایی در 10-20 سال گذشته نقش داشته ابایی نداشت. به معنی فنی کلمه نمیشه اسمشو ترور گذاشت. خیلی خوب آقای نگهدار، امروز شاهد قدرت نمایی خیابانی بودیم در ایران، از طرفی هم سایه جنگ بر منطقه خصوصا ایران سنگینی میکنه. این قدرت نمایی خیابانی سایه جنگ رو رفع میکنه یا هیجانی که ایجاد شده اون رو نزدیک میکنه؟ معتقدم که حضور مردم امروز در صحنه تردید درست میکنه در این که آقای ترامپ دست به عمل دیگری بزنه. ولی توپ در زمین ایران، آقای ترامپ نگفته عملی انجام میده. در صورتی که ایران واکنشی نشون بده، انتقام گیری بکنه، یه بحث دیگه است. آیا ایران چه واکنشی نشون بده و اون واکنش ایران رو به طرف جنگ ببره، این یک بحثه. اینکه حضور مردم در صحنه امروز آیا در تصمیم کاخ سفید تأثیر به اصطلاح تشویق کننده داره برای پیگیری همون سیاستی که تا امروز ادامه داده یا مهار کننده؟ من فکر میکنم اگر امروز خیابانهای ایران خلوت بود و مردم به نوعی در تأیید مثلا اقدامی که در رابطه با بن لادن کردند در اونجا، حالا آقای خلجی گفتن که مقایسه کردند، ولی ایشان مهمان عراق بودند آقای سلیمانی و یک مقام حکومتی بودند، مشروعیت حکومتی داشته. حالا مشروعیت مردمی یه بحث دیگه است و آقای ترامپ وقتی زده اون رو به عنوان کسی که ترور داشته می‌کرده مورد حمله قرار دادن، به عنوان یک مقام حکومتی کشتن. این تصمیم، این حضور مردم در صحنه امروز به نظر من کمک کرده که اونهایی که می‌خواند ایران رو به طرف جنگ سوق بدن تردید بکنند. آقای خلجی، تصور بر این بود که کسی مثل دونالد ترامپ با توجه به اینکه یک بازرگان هست خیلی از جنگ استقبال نمی‌کنه علی‌رغم حرفایی که در ظاهر می‌زنه، ولی زدن کسی در رده قاسم سلیمانی به معنای باز کردن دروازه جنگ نیست؟ ببینید، وقتی که ایران به تأسیسات آرامکو در عربستان حمله کرد، این پرسش هم اونجا هم مطرح بود، آیا این آغاز یا جرقه‌ای هست برای افروختن آتش جنگ یا نه. ولی به نظر می اومد که در محاسبات ایران اینجوری فکر شده بود که واکنش فوری و دفعی به این عملیات در کار نخواهد بود و بنابراین ریسک اون رو بسیار کمتر می‌دونستن. احتمالاً اون محاسباتی که آقای ترامپ و مشاوران نظامیش هم داشتن در این زمینه این بوده که ایران بلافاصله و در ابعاد بزرگ به این مسئله جواب نخواهد داد و بنابراین به سمت جنگ نخواهیم رفت. اونچه که مسلم هست اینه که همچنان آقای ترامپ سعی می‌کنه که از ورود در یک درگیری نظامی به معنی که در سالهای گذشته وجود داشته بین نیروهای آمریکایی و نیروهای دیگه در خاورمیانه پرهیز بکنه و بنابراین تصور بر این بوده که کشتن آقای سلیمانی به همچین چیزی نخواهد انجامید، در عین اینکه آمریکا بتونه با تهدیدهاش یه نوع عامل بازدارندگی هم بسازه که یه موقع ایران به فکر مقابله نیفته. ولی یه نکته مهم این هست که ایران هم نمیخواد وارد یک جنگ نظامی بشه. دو روز، یک روز قبل از کشته شدن آقای سلیمانی، آقای خامنه ای صریحا گفت که ما کشور رو به سمت جنگ به پیش نخواهیم برد. حتی آقای سلیمانی به عنوان یکی از فرماندهان اصلی جریان مقاومت در خاورمیانه تلقی میشه، ولی شما از جانب هیچ کدوم از نیروهای مقاومت از جمله حسن نصرالله نمیبینید که تهدیدی شده باشه که مثلا حزب الله لبنان یا مثلا نیرو
به انصار الله یمن در انتقام گیری به خاطر آقای سلیمانی نقش خواهند داشت. بنابراین شما میبینید که هر دو طرف بسیار محتاط هستند و خیلی با حزم و دوراندیشی در مورد جنگ فکر میکنند و عمل میکنند. آقای خلجی در سخنرانی بسیار مفصل و چند ساعته که آقای نصرالله داشت بارها به موضوع انتقام اشاره شد، گفتند هم که ولی نگفت نه بحث این نبود، گفت انتقام میگیرن ولی بحث این نبود که حزب الله نقشی خواهد داشت در این انتقام. یعنی مسئله این که حزب الله یکی از نیروهای خواهد بود که انتقام گیرنده خون آقای سلیمانی باشه. اگه شما سخنرانی رو گوش کنید فقط خود آقای نصرالله به شخص خودش اشاره کرد، گفت ما میگیریم این انتقام رو، در هر صورت اون مورد بحث ما نیست. ولی چقدر از دو طرف میشه پذیرفت که قصد ندارن وارد جنگ بشن آقای نگهدار، در حالی که روی خطوط قرمز همدیگه دارن راه میرن و مدت هاست که این کار رو دارن میکنن؟ من از روزی که آقای ترامپ دستور حمله به مقر هشت الشعبی رو در مرز سوریه و عراق داد، در اون تردید کردم که آیا مجموعه محافل تصمیم گیرنده در ایالات متحده آمریکا، حالا شاید شخص آقای لحظه که من این حرف رو زدم یه حالت دیگری داشت، از اون لحظه تا قتل آقای سلیمانی من نظرم عوض شده و فکر میکنم اگر آقای ترامپ قصد به اصطلاح نوعی تلافی نسبت به کشتن اون آمریکایی داشت ولی قصد شروع جنگ نداشت، مسئولیت مستقیم این عمل رو بر عهده نمی گرفت. آقای خلجی گفتن در وقتی که به منابع نفتی عربستان سعودی حمله می شد به دستور ایران شد، ایران برای اینکه اجتناب بکنه از ورود به جنگ مسئولیت اون رو قبول نمی کنه و احاله میده به اینکه کسان دیگری بیان بی‌طرف رسیدگی بکنند. اگر آقای ترامپ هم یک همچین قصدی نداشت نمی بایست مسئولیت اون رو قبول میکرد. وقتی قبول میکنه به نظر من صحنه بسیار بسیار خطرناکتره و مسئولین ایران و صلح‌خواهان جهان باید این عمل رو فوق‌العاده جدی بگیرند. آقای خلجی وقتمون خیلی کمه، به موضوع دیگه‌ای که باید بپردازیم اینه که این فضای احساسی که در تهران دیده شد، در تشییع جنازه دیده شد، از اهواز تا مشهد، از مشهد تا تهران و قم و احتمالاً فردا در کرمان هم تکرار خواهد شد، این فضا جمهوری اسلامی رو در چه موقعیتی قرار میده؟ او رو برای انتقام گرفتن تحریک میکنه یا اینکه تا همین جا فکر میکنن که کافیست و پیام خودشون رو رسوندند؟ ببینید این فضا بیشتر منافع داخلی داره برای جمهوری اسلامی، یعنی میتونه بر بحران‌های بسیاری که در درون حکومت وجود داره حداقل به صورت موقت یک سرپوشی بگذاره و درمان موقتی باشه برای بسیاری از مشکلات داخلی. ولی واکنش ایران به این عمل در خارج از مرزهای ایران تابع منطق دیگری است و اون منطقی است که آقای خامنه‌ای سعی می‌کنه که هزینه‌های این کار رو با سودش بسنجه و من فکر نمی‌کنم که این تشییع جنازه یا فضای احساسی که شد آقای خامنه‌ای رو تشویق بکنه به اینکه به عملی دست بزنه که از پس مخارجش و هزینه‌هاش بر نیاد. فراموش نکنید که در ماه اکتبر ایران اون مهلتی که سازمان ملل برای تحریم روی خرید و فروش اسلحه داره به پایان میرسه، بنابراین خیلی به نفع ایران هست که تا اون موقع حداقل در برجام بمونه. برای اینکه در برجام بمونه خیلی به نفعش هست که اتحادیه اروپا در کنار آمریکا قرار نگیره. بنابراین هر واکنشی ایران انجام میده بعد محاسبات زیادی انجام بشه که مبادا ضررش بیشتر از سودش باشه. ممنونم از مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از شهر واشنگتن با ما و همینطور اینجا در استودیو فرخ نگهدار، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران. دیوید پترایس، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و فرمانده اسبق ارتش آمریکا در خاورمیانه، عملیات کشتن قاسم سلیمانی را بسیار مهم توصیف کرد. It's impossible to overstate
اهمیت حمله ای را که به کشته شدن قاسم سلیمانی و نفر دوم شبه نظامیان در عراق انجامید نمیتوان دست کم گرفت. کشتن سلیمانی از کشتن بن لادن و بغدادی مهمتر بود. او مقامی بود هم ارز و هم سنگ رئیس CIA، فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه، فرمانده ستاد مشترک عملیات ویژه آمریکا و فرستاده رئیس جمهوری آمریکا در منطقه. قدرتمندترین چهره برای تحکیم هلال شیعی و فرمانده عملیاتی اقدامات ایران. دیوید پترایوس بود از فرمان از رؤسای سابق سیاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. در مورد حرفای آقای پترایوس با یکی از دستیاران او هم در ادامه برنامه صحبت میکنیم، ولی فعلا حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ما هستند و همینطور حمزه قالبی تحلیلگر مسائل ایران از پاریس. آقای هاشمیان، من می‌خواستم از شما بپرسم که آنچه که امروز در خیابان‌های تهران دیده شد و روز گذشته اهواز و احتمالاً فردا هم در کرمان، چه ارزیابی دارید؟ ارزیابی اینه که این مردمی که آمدن بالاخره برای اون کسی آمدن که اونو مهم میدونستن و کشته شده، ولی بخش خیلی بزرگی از ملت ایران حق این کار رو نداره، یعنی نمیتونه بیاد برای کشته های خودشون تظاهر کنن، بیان در واقع نظراتشون رو بگن. این مجموعه که آمد الان 3-4 روزه رسانه ها برای اونها تبلیغ میکنن، مساجد برای اونها تبلیغ میکنن، حسینیه ها برای اونها تبلیغ میکنن، مدارس تعطیل شده، ادارات تعطیل شده، بسیج و سپاه و همه اینها در واقع آماده باش آمدن به خیابون، ولی اون مردمی که نیامدن آیا حق ندارن در واقع بیان و نظر خودشون بگن؟ یا پاسخ آقای خامنه ای اینه که بایستی با گلوله به اونها پاسخ بده؟ مسئله اساسی که من اینجا میخوام بگم، نمیتونیم بگیم که این تظاهراتی که شد، این تشییعی که شد، فضای دموکراتیک ایران رو نشون میده یا در یک فضای دموکراتیک صورت گرفته، بلکه اون بخش از مردمی که معترضن یا حرف دیگه ای دارن، اونها حق هیچ کاری رو ندارن. آقای هاشمیان، حرفشون این آقای قالبی که جمعیت انبوه در مناسبات دولتی اهمیت چندانی نداره، گاهی وقتا در نظام‌هایی مثل کره شمالی و چین هم دیده میشه، از نظر شما تفاوتی وجود داره؟ ببینید، من اول تسلیت بگم ترور سردار قاسم سلیمانی رو و تبریک بگم به مردم و غیرت مردمی که امروز تو تشییع جنازه شرکت کرد. ببینید، همه کسانی که تجمعات این سالها رو دیدن، حتی تجمعاتی که ارگانایز میشه، معترفن که این تشییع جنازه فرق میکنه. تخمین ها اینه که حدود 7 میلیون نفر تهران اومدن بیرون و گرایش های مختلف. اینا رو ندیدن یه جهل عمیقه که نمیشه فهمید چرا نمیبیننش. اصلا بحث مسائل داخلی و دموکراسی و اینا نیست که، مسئله اینه که مردم ایران علی رغم همه انتقادها و اختلافایی که دارن، احساس بهشون میکنن تجاوز شده بهشون، احساس میکنن سربازی که مدافع کشورشون بوده ترور شده. این جامعه رو واکنش نشون داده و من معتقدم چنین واکنشی از جامعه، این حجم انبوه جمعیتی که اومد بیرون، همین الان خطر جنگ فراگیر رو از بین برد. یعنی دیگه معنی نداره به کشوری که 10 میلیون نفر حاضرن بیان تو خیابون و سرباز کشورشون دفاع کنن، جنگ تمام عیار دیگه توجیه نظامی نداره. یعنی همین الان این حضور، این اتفاق رو، این فایده رو برای کشور داشت و 10 سال ثبات برای ایران. در مورد حضور میلیونی من باید توضیح بدم که در ابتدا خبرگزاری ها صدها هزار نفر میگفتن، خب رسانه های حکومتی میلیون ها نفر میگفتن، ولی بعد خبرگزاری رویترز و یکی دو تا خبرگزاری غربی هم عدد میلیون ها رو به کار بردند. در هر صورت آقای هاشمیان، شماری از مردم احتمالاً به دلیل احساس نزدیکی با حاکمیت در این مراسم شرکت کردن، ولی ما با آدم‌هایی حرف زدیم که در روزهای گذشته اونها منتقدان جدی حاکمیت بودند، در نهایت اونها هم امروز در این مراسم شرکت کردند. این مشارکت از نظر شما
تأثیری بر تصمیم گیران در کاخ سفید خواهد گذاشت؟ آیا اونها دوباره فکر خواهند کرد در مورد این که اگر جنگ احتمالی در بگیره با ایران؟ این جمعیتی که آمده از نظر من ارزش سیاسی نداره. هیتلر هم این جمعیت رو به خیابان میورد، موسولینی هم این جمعیت رو به خیابان میورد، استالین هم این جمعیت رو به خیابان میورد. این در واقع این که ما پشت دوربین ها ملت ها رو ببینیم، این هیچ ارزشی نداره. ما بایستی از ابزارهای دموکراتیک مثل انتخابات، مثل احزاب سیاسی، مثل رسانه های آزاد مردم رو ببینیم. و این که یک 5-6 هزار نفر رو از هشت شبی بیارن اهواز و قاطی مردم بکنن، عشایر و عرب رو تهدید کنن، کارمندان رو بکشونن به خیابون و بگن که تمام ملت اهواز ریختن تو خیابون، این هیچ ارزشی نداره. بسه. و آمریکا بر اساس این داده ها در واقع این مسار رو برآورد میکنن. من فقط یه جمله بگم، اونهای نادان و جاهل هستن که سردسته تروریست ها آقای قاسم سلیمانی زن و بچه مردم سوریه رو کشت و اونو نمیبینن. هزاران کودک زن مردم رو در یمن در جاهای دیگه کشت و اونها رو نمیبینن. با اسلحه، با احزاب سیاسی سلطه خودشون رو بر مردم منطقه تحمیل کردن و اینها رو نمیبینن. این یک فاشیست شوونیسمی است که فقط یک زاویه قضیه رو میبینه و در واقع اون طرف قضیه رو اصلا نمیبینه. آقای قالبی؟ ببینید، اینشون میگن چند هزار، میخوام بگم این یه جهلیه که نمیتونه این جمعیت رو ببینه و اصلا بحث دموکراسی غیر دموکراسی نیست، بحث کشوریه که در خودشو در مقابل تهدید میدونه. سربازی که محبوب شده تو ایران، ایشون اگه نمیتونه بفهمه مجبوره، حقوق میگیره که این کارا رو بکنه، ولی نظرسنجی شده، دانشگاه میرلند آمریکا کرده، قاسم سلیمانی تو ایران محبوب بوده. مثلا شخصی نباید بکنیم آقای قالبی، اهواز شاهد اعتراضهای متعدد بوده ولی دیروز جمعیتی عظیم در اهواز در مراسم تشییع جنازه شرکت کردن. از نظر شما چه اتفاقی افتاده که فضا دگرگون شده؟ دقیقاً نکته همینه. نکته اینه که اعتراض های مردم سر جای خودشه، جایی نرفته که. مسئله اینه که کشور در خطره. کشور در خطره و کسی که مردم به عنوان مدافع کشور میشناسنش، قاسم سلیمانی وقتی محبوب شد که داعش رسید 40 کیلومتری مرز ایران، مردم فهمیدن کی ازش دفاع کرده. مردم دیدن که ما وقتی با آمریکایی‌ها مذاکره میکنیم، اونا زیر وعدشون میزن. اینا رو مردم دیدن، میلیون ها نفر هم اومدن اعلام کردن امروز. اینا رو اگه کسی نمیتونه ببینه، کاریش نمیشه کرد، شاید نمیخواد ببینه، ولی اونی که تصمیم گیره اتفاقا توی آمریکا میفهمه این جنگ تمام عیار تموم شد. معنیش اینه که مردم اختلاف ندارن، اعتراض ندارن، نه، ولی قصه اینه که دفاع از کشور که بحث اینا نیست که. اینکه حکومت خوب باشه یا بد باشه که خیانته، که به کشور رو توجیه نمیکنه. بسیار خوب. آقای هاشمیان، اگر جنگی در بگیره، با توجه به تصاویری که امروز و دیروز دیدیم، کار آمریکا آسان خواهد بود از نظر شما؟ ببینید، من معتقدم که ساختار جامعه امروز در کنار ولی فقیه نمیسه و وضعیتی که الان هست، ملت ایران در خطر نیست، بلکه رژیم ولی فقیه در خطره و آمریکا اگر بهش حمله بشه از سوی رژیم ایران، در واقع به مراکز نظامی این رژیم که همون مراکزی هستن که مردم رو تو خیابون سرکوب. ولی آقای ترامپ گفته مراکز فرهنگی رو هم هدف قرار میدیم. این صحبت کلی آقای ترامپ و دیدگاه ها. الان ببینید وضعیت چجوری حرف صریح آقای. اجازه بده من صحبت شما را قطع نکردم. آقای هاشمیان بفرمایید. بحث در آمریکا بحث پنتاگونه، آقای ترامپ نیست. قبلا مثلا آقای ترامپ می آمد یه چیزی رو مطرح می کرد، بله، ولی الان تصمیم گیرنده در مورد این قضیه پنتاگون و نهادهای مهم آمریکاست. بنابراین رژیم ولی فقیه الان با این نهادها روبروست و این نهادها در واقع مشروعیتش رو از حزب فلان و حزب فلان نمی گیره، بلکه از کل آمریکا می گیره. بنابراین این قضیه الان، بله آقای والبی، اعتمادی که شما به والبی، این سوال من از بعضی از مهمانای دیگه هم پرسیدم، از شما میپرسم، اجازه بدید. مردمی که در خیابان هستن از نظر شما تا چه اندازه پای این حاکمیت میستن؟ اگر جنگی در بگیره چه خواهند کرد؟
ببینید نکته جالبه، نکته از واکنش مهمان برنامه چه تعصبی داره روی سیستم نظامی دشمن خارجی که داره به کشور تجاوز میکنه، ولی اکثریت مردم این نیستن. مردم منافعشون و امنیت خودشون رو میفهمن، نشون هم دادن. اگه کسی نمیتونه ببینه، اگه کسی اینو ندیده نمیشه کاریش مثلا کرد. مثلا شخص شما اگر جنگی در بگیره چه خواهید کرد؟ بدیهیه که ما از کشور دفاع میکنه. ما اگر اعتراضی هم داشتیم که داریم، سر اینه که چجوری از کشورمون دفاع کنیم، چجوری امنیت ملی کشورمون رو دفاع کنیم. بحث اگه اختلاف نظری با طرفدار آقای خامنه ای یا طرفدار رئیسی داریم، برای اینکه دعوا داریم که چجوری کشور سربلند بشه در مقابل دشمن خارجی که بدیهیه. چرا فکر میکنید اگر مشکل داشته باشه کشور، حکومت بد و خوب؟ مگه بد و خوب بودن حکومت کار مجاهدین خلق و همکاریشو با صدام تغییری داد؟ مگه همه کسایی که رفتن از کشورشون دفاع کردن الزاماً از عملکرد دولت راضی بودن؟ مگه حتی همین مردمی که الان اومدن از همه چی راضین؟ اتفاقاً این مردمی که امروز اومدن در اوج نارضایتی هاست، در اوج عملکرد بد مسئولینه. و ترامپ خدمت کرد به این کشور، خدمت کرد به کشور. کاری که ترامپ کرد، حماقتی که ترامپ کرد با کشتن سرباز محبوبی که توی وطن که مردم به این اسم میشناختن، چند تا اتفاق بزرگ ایجاد کرد. یکیش همین اجماع ملی بود که ایجاد کرد و خطر جنگ فراگیر. خیلی ممنونم آقای قالبی. متاسفانه ارتباطمون با آقای هاشمیان قطع شد، والا نکته هایی رو از ایشون هم میشنیدیم. به هر حال ممنونم از حمزه قالبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ما، و همینطور حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن با ما. قبل از برنامه گفتگوی داشتم با ژنرال پیتر منصور که در زمان جنگ عراق از فرماندهان آمریکا در این کشور بود، و از او پرسیدم با اینکه آمریکایی‌ها پیش از این و در زمان باراک اوباما هم امکان داشتند تا قاسم سلیمانی را از میان بردارن، چرا حالا این کار را کردند؟ I don't think that Soleimani had entered Iraq during the Iraq war. فکر نمی‌کنم که سلیمانی در زمان جنگ عراق که دولت بوش بر سر کار بود وارد عراق شده باشه. برای همین فکر نمی‌کنم اون زمان این فرصت رو داشتن که او رو بکشن، یا اگر وارد عراق هم شده بود اون زمان او رو نمی‌شناختیم. در طول دولت اوباما شاید به یاد داشته باشید سلیمانی رهبری نیروهای هشت شعبی رو بر عهده داشت که به ما در جنگ با داعش کمک می‌کرد. بنابراین دلیل نداشت که او رو هدف بگیریم. او وقتی تبدیل به هدف شد که شروع کرد به هدایت شبه نظامیان شیعه به اینکه به نیروهای آمریکایی با راکت حمله کنند، یا اینکه در اعتراض به سفارت ما در بغداد حمله کنند. و این زمانی است که فکر می‌کنم او یک هدف نظامی مشروع شد و دولت ترامپ هم اقدام کرد. شما با ژنرال پتراس کار کردید، از نزدیک اون رو میشناسید، رئیس سابق CIA و کسی که مدت‌ها رهبری عملیات آمریکا در عراق و افغانستان رو بر عهده داشت. او کشته شدن قاسم سلیمانی رو با کشته شدن ابوبکر بغدادی و حتی اسامه بن لادن مقایسه کرده. نظر شما چیه؟ I don't think he was directly comparing it. He was comparing the impact. فکر نمی‌کنم مستقیم مقایسه می‌کرد. او داشت تأثیر مرگ سلیمانی رو با مرگ اون دو رهبر تروریست دیگر مقایسه می‌کرد. کشتن سلیمانی احتمالاً مهمتره و از این منظر من با ژنرال پتراس موافقم. ممکنه به افزایش تنش بیانجامه و به یک جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه بین ایالات متحده و ایران. کشتن بغدادی و اسامه بن لادن کشتن رهبران گروه‌های تروریستی بود که قبل شکست خورده بودند. Was killing the leader of terrorist groups that were already defeated. آقای ترامپ مشخصاً گفته که اگر ایران تلافی بکنه با شدت عمل به خرج میده. آنچه که این روزها از طرف کاخ سفید دیده میشه، آیا به معنای تغییر سیاست آقای ترامپ از فشار حد اکثری به مواجهه مستقیم نظامی با ایرانه؟ همونطور که میدونید ایران مجموعی از کارهای تحریک‌آمیز را انجام داده. حمله به تأسیسات نفتی سعودی، ساقط کردن پهپاد آمریکایی، حمله به کشتی‌ها در خلیج، و این اولین باری بود که شاهد واکنشی به حرکت‌های تحریک‌آمیزشون بودند. فکر می‌کنم خط قرمز برای رئیس جمهور ریخته شدن خونه یک آمریکایی و حمله به قلمرو آمریکا بود، چون سفارت حکم قلمرو آمریکا رو داره. بنابراین حالا به ایران اطلاع دادیم که هر نوع انتقام یا تحریک جدید به انتقام آمریکا یا شاید افزایش تنشی خواهد انجامید که شاید به جنگ بیانجامه. جنگی که شاید برای آمریکا دردناک باشه، اما برای ایران ویرانگر خواهد بود، و فکر می‌کنم رهبران ایران این رو می‌دونن. خب اگر این تبدیل بشه به یک جنگ منطقه‌ای و کشورهای متعددی رو در خاورمیانه
درگیر کنه چه خواهد شد؟ خب این خیلی محتمله. ایران گروه‌های نیابتی شبه نظامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن داره و محتمله که اونها رو فعال کنه و از طریق اونها به منافع آمریکا و منافع متحدان ما در سراسر منطقه حمله کنه. بنابراین اگر جنگی بین ایالات متحده و ایران در بگیره، مطمئنا منطقه خاورمیانه رو در بر خواهد گرفت. حتی شاید با تروریسم و حملات سایبری به داخل قلمرو آمریکا هم سرریز بشه. رئیس جمهوری آمریکا سعی کرده که چهره مقتدر از خودش نشون بده. فضایی که حالا ایجاد شده چقدر به درد آقای ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی می‌خوره؟ فکر می‌کنم این در حقیقت علیه منافع سیاسی دولت ترامپ عمل می‌کنه. مردم آمریکا از جنگ‌های خاورمیانه خسته شدن و نمی‌خوان درگیر جنگ تازه‌ای بشن. بیشتر آمریکایی‌ها اطلاعات زیادی از اون چه در خاورمیانه داره رخ میده ندارن. بنابراین اگر این وضعیت زیادی طول بکشه، فکر می‌کنم به ضرر کمپین انتخاباتی رئیس جمهور باشه و نه به نفعش. ولی تاریخ معاصر آمریکا نشون میده که در شرایط جنگی ولو در کوتاه مدت رئیس جمهوری آمریکا محبوبیت بیشتری کسب کرده. درسته، اما رای دهندگان آمریکایی الان به شدت دو دسته شدند و بسیار بی‌اعتماد به این دولت هستند. دست کم اونهایی که ازش حمایت نمی‌کنند. بنابراین تردید دارم حمایت قابل توجهی برای او جلب کنه. دموکرات‌ها در کنگره آمریکا تلاش می‌کنند که آقای ترامپ رو مهار کنند. از نظر شما چنین چیزی امکان داره؟ چنین تأثیری رو می‌تونند بر آقای ترامپ بگذارند؟ قطعا در مجلس نمایندگان تلاش هایی هست که اقدامات رئیس جمهور در قبال ایران رو محدود کنند و مانع بشن که به اختیارات زمان جنگ متوسل بشه. اما سنا همچنان قاطعانه حامی اوست. جمهوری خواهان کنترل سنا رو در اختیار دارن. بعید میدونم جمهوری خواه کاری بکنن برای اینکه قدرت رئیس جمهور در این زمینه محدود بشه و برای اینکه کنگره بتونه مانعی بر سر راه اقدام نظامی رئیس جمهور بگذاره، نیاز به سنا هم هست. اگر شما بخواید به دولت ترامپ توصیه‌ای بکنید در این شرایط چی میگید؟ به خصوصا وزارت خارجه و وزارت دفاع. I think it's time to conduct some diplomacy. فکر می‌کنم زمان اون رسیده که از دیپلماسی استفاده بشه، اما نه دیپلماسی در انظار عمومی. باید راهی پیدا کنن که مذاکرات جدی با ایران داشته باشند که آشکار نباشه، تا هر دو طرف بتونن راهی پیدا کنن که تنش کمتر بشه تا این بحران به جنگ منتهی نشه. مطمئن نیستم که دولت آمریکا الان داره به این فکر می‌کنه. دارن فکر می‌کنن که به چه اهدافی حمله کنند اگر ایران دست به تلافی بزنه، که فکر می‌کنم این تقریبا قطعیه. It does retaliate, which I think is almost certain. گفتگوی من رو میدیدید با پیتر منصور از دستیاران پیشین ژنرال پتریوس، رئیس اسبق CIA از دستگاه اطلاعات مرکزی آمریکا. و اما بعد از تهدید آمریکا به تحریم‌های عراق، قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر افزایش پیدا کرد و بهای نفت خام برنت از بشکه 70 دلار گذشت. دونالد ترامپ عراق را تهدید کرده که اگر نیروهای آمریکایی را اخراج کند، تحریم‌های شدیدی علیه این کشور وضع خواهد کرد. با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، قیمت‌ها در بازار نفت روندی صعودی داشته. بازار بورس تهران هم شاهد سقوط کم سابقه‌ای بوده. سارا وخشوری، کارشناس نفت و گاز و انرژی در مؤسسه بین‌المللی SVB از واشنگتن. باز خانم وخشوری، تحریم کردن عراق، اون هم بدتر از ایران، تا چند اندازه عملیه برای شخصی مثل دونالد ترامپ؟ بستگی داره که ببینیم این تحریم چی میتونه باشه. اگر که تحریم بر صادرات نفت عراق باشه که باز هم ممکنه که عملی باشه، از این بابت که عربستان و بقیه کشورهای اوپک که الان تولیدش رو کاهش دادن، میتونن با برگردوندن تولیدشون به حالت قبل یک مقدار از صادرات عراق رو پوشش بدن. شاید اگر تحریم بر صادرات عراق باشه به صورت کامل مثل ایران به صفر رسوندن صادرات نباشه، شاید ایشون معافیت‌هایی رو بده به برخی از واردکننده‌های نفت از عراق. همینطور اینکه عراق مقداری گاز از ایران وارد میکنه که این شامل معافیت‌های رئیس جمهور آمریکا هست و ممکنه که
رئیس جمهور این موافقت ها رو لغو کنه و عراق نتونه از ایران گاز وارد کنه. اما نکته ای که هست اینه که در این محاسباتی که آقای ترامپ داشته در مورد بخش انرژیش که من بخوام برای شما تحلیل کنم، این هم به نفع بازار آمریکا میشه، هم به نفع بازار روسیه میشه، و اینکه کشورهای مثل چین رو که در حال حاضر آمریکا در رقابت تجاری باهاش به سر میبره و مذاکرات تجاری انجام میشه، وادار میکنه که وابستگیشون رو به نفت خاورمیانه و حالا بعد از عراق و ونزوئلا به عراق هم، بعد از ایران و ونزوئلا وابستگیشون به عراق رو هم کم کنن و وابستگی بیشتری پیدا کنن به تولید و عرضه نفت آمریکا. وقتی که ایران رو تحریم کردند کار ساده ای نبود، بسیار طول کشید، زمان زیادی برد، مخالفت ها و مقاومت های زیادی هم صورت گرفت. در مورد عراق آیا کشورهای مختلف قبول خواهند کرد و بعد به زودی در مدت زمانی کوتاه قدرت جبران این کسری واقعا وجود داره از طرف آمریکا، عربستان و روسیه که شما اشاره کردید؟ در حال حاضر ما نمیدونیم دقیقاً این تحریم ها چی هستن، یعنی مشخص نیست که آیا دقیقاً صادرات نفت رو قرار هدف قرار بده، یا اینکه چی ممکنه که فرض کنین سرمایه گذاری در عراق رو مورد تحریم قرار بده. و اینکه همین الان اخباری که ما داریم اینه که خیلی از شرکت های نفتی آمریکا همگی پرسنل غیر عراقیشون رو خارج کردن. بعضی از شرکت های نفتی مثل ژاپنی ها و کشورهای شرکت های اروپایی شروع کردن به خروج نیروهای خارجیشون از عراق. همین این خودش میتونه تولید عراق رو به وقفه بندازه، اگر که گروهایی که میخوان انتقام بگیرن، گروهایی که توی عراق هستن میخوان انتقام این حادثه رو بگیرن، ممکنه که بر تأسیسات نفتی عراق حمله کنن و درگیری ها ممکنه که موجب بشه حتی قبل از هر تحریمی این تولید نفت عراق و عرضه نفت عراق به مخاطره بیفته. و این چیزی هست که الان ما میبینیم عدم قطعیتی که توی بازار هست و قیمت ها که افزایش پیدا کرده و نگرانی ها بیشتر در مورد تولید و صادرات نفت عراقه. در مورد اینکه با چه سرعتی آمریکا میتونه صادرات نفت عراق رو مورد تحریم قرار بده، گفتم این ممکنه که معمولا تحریم به سرعت اجرایی نمیشه، چند ماه مهلت داده میشه به کشورها که بتونن جایگزین پیدا بکنن و ممکن هست که در ابتدا معافیت هایی رو داده بشه، ولی هنوز مشخص نیست که دقیقاً این تحریم ها چه نوع تحریم هایی هستن. آمریکا اگر به شکلی بیرویه از سلاح تحریم، اون هم مثلا کالایی مثل نفت استفاده بکنه، کشورهایی مثل چین، روسیه و شاید هم کشور اروپایی ها تا چه اندازه میتونن با اون از نظر استراتژیک موافقت و همراهی بکنند؟ این سوال خیلی خوبیه، برای اینکه آمریکا حتی شرکت های کشتیرانی چین رو هم مورد تحریم قرار داد در مورد ایران که موجب شد که هزینه حمل و کشتیرانی و حمل سوخت و نفت در بازار به شدت افزایش پیدا کنه، که دوباره من اینجا پرانتز رو باز میکنم که برای کشورهایی که نفت رو نزدیکتر هست بازارشون به بازار خلیج فارس، وقتی که هزینه حمل بالاتری میدن به خاطر بیمه کشتی ها یا به خاطر تحریم کشتی های فرض کنین چینی، خب به صرفه میشه که نفتشون رو از آمریکا جای دورتر بیارن. در مورد هر کشور من ترجیح میدم که جدا جدا صحبت کنیم، اما در مورد روسیه این هست که هر تحریمی که در مورد تولید کننده های نفت دنیا انجام میشه لزوما به روسیه آسیبی نمیزنه، ممکنه مقامات روسی در رسانه ها با اون مخالفت کنن ولی در واقع نفت میبرن. و همین اتفاقی که الان افتاد در مورد آقای سلیمانی در عراق، شما اگر نگاه کنین میشه گفت که این یک هدیه خوب به روسیه هم میتونه باشه، برای اینکه جای خالی ایران و میتونه جای خالی
رو که حالا ممکنه به وجود بیاد در مورد ایران توی عراق با این گروه ها پر کنه و همچنین بالا رفتن قیمت نفت روی صادرات، میزان صادرات و درآمد روسیه تاثیر زیادی میذاره و همچنین نفوذش رو در خاورمیانه میتونه زیادتر کنه اگر که بخواد جای خالی این کسانی رو که در این چند روز از دست رفتن رو پر کنه. سپاس از سارا وخشوری، کارشناس نفت و گاز و انرژی از واشنگتن با ما. ممنون که بیننده این 60 دقیقه ویژه هستید، ویژه برنامه‌ای که امشب 90 دقیقه است. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، عبارتی که بیش از هر زمان دیگری در رسانه‌ها تکرار میشه محور مقاومت است. یک ائتلاف غیررسمی که بخش اصلی فعالیت منطقه‌ای به اون مربوطه. از فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه به عنوان یکی از معماران محور مقاومت نام برده میشود. علاوه بر این، اعضای دیگر این محور هم آمریکا را تهدید کردند. اما محور مقاومت چیست و چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ همکارم کیوان حسینی اینجاست که به سوال‌های ما در این باره پاسخ بده. کیوان، بعضی اسم محور مقاومت رو قبول ندارن، میگن هلال شیعی، بعضی هم اسم‌های دیگه‌ای بهش میدن. مفهوم کلی محور مقاومت چیه؟ ببین جمال، محور مقاومت در واقع یک بلوک سیاسی امنیتیه که از مجموعه ای از واحدهای سیاسی در خاورمیانه تشکیل شده. یه چیزی شبیه به مثلا بلوک شرق یا بلوک غرب در دوران جنگ سرد، با این تفاوت که اون دو بلوک به پیمانهای نظامی متکی بودند، پیمان ورشو و پیمان ناتو، و در این در واقع پیمانی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، این بلوکی که داریم ازش صحبت می‌کنیم، خبری از این پیمان‌های نظامی نیست. یک بلوک نامتمرکز محسوب میشه محور مقاومت، و با این حال قلب و مغز این بلوک جمهوری اسلامی ایران هست و هدایت بزرگ و ایدئولوژیکی از طرف تهران انجام میشه. هم مسئله حمایت‌های مالی هست و هم مسئله حمایت‌های ایدئولوژیک که مجموعه این در واقع اعضای این بلوک رو باید وابستگی‌های بهش دارن. بعضی از اعضای گروه اصولاً حیات و مماتشون به این حمایت مالی تهران وابسته است. اگر که این حمایت مالی نباشه، اساساً امکان فعالیت براشون وجود نداره. و حتی برخی دیگر از اعضای محور مقاومت با ابتکار تهران هم تشکیل شدن، اما همه شبیه به هم نیستند و تفاوت‌های زیادی بین این اعضا هست. از کجا شروع شد؟ ببین، ایران در واقع بعد از انقلاب اسلامی از همون ابتدا به مسئله صدور انقلاب بسیار اهمیت میداد و بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران این امیدواری بود که ایده و ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران در جاهای دیگه هم تکرار بشه. این ایده در خلیج فارس خیلی زود شکست خورد، اما در یک جا از همون ابتدا تونست ریشه بدوونه و تا اندازه موفق باشه، و اون لبنان بود که به سه دلیل زمینه بسیار مناسبی داشت برای اینکه تبدیل بشه به یک جایی که گروه وابسته به ایران تشکیل بشه اونجا. اول از همه اشتراکات مذهبی و جمعیت مسلمانان شیعه در لبنان یکی از ویژگی‌هایی بود که لبنان رو به جای مناسبی تبدیل می‌کرد برای اینکه این ایده اونجا شکل بگیره. دوم اینکه جنگ داخلی بود در لبنان در اون سال‌ها و تفاوت‌های مذهبی هم در اون جنگ داخلی اهمیت بسیار زیادی داشت. و سومین دلیلی که موفق کرد ایران رو در این داستان، حضور اسرائیل و اشغال جنوب لبنان در سال 1982 بود. گروه حزب الله لبنان از همون زمان تأسیس شد و در نهایت وقتی که اسرائیل در سال 2000 از جنوب لبنان خارج شد، این تبدیل شد به یک پیروزی بسیار مهم برای حزب الله و بهش کمک کرد که تبدیل بشه به یکی از نیروهای مهم و تاثیرگذار سراسر کشور. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامیه، ولی چطور یک کشور به این محور پیوست؟ کشوری مثل سوریه. رابطه سوریه و ایران از ابتدای پیروزی انقلاب رابطه خوب بود. سوریه میدونه که
در واقع دومین کشوری بوده که جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت شناخت، اولین کشور عربی بود که به رسمیت شناخت. روابطشون گرمتر شد وقتی که عراق به ایران حمله کرد، به خاطر اینکه حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه با صدام حسین یک رقابت منطقه‌ای داشت و عملاً دو حزب بعثی بودند که از هم جدا شده بودند. به همین دلیل سوریه به ایران نزدیک شد. در طول جنگ با اینکه اعلام بی‌طرفی کرده بود از ایران حمایت می‌کرد، اما نقطه عطف روابط ایران و سوریه بهار عربی است و اتفاقاتی که از سال 2012 شروع شد و در سوریه به یک جنگ داخلی انجامید. در جریان این جنگ داخلی ایران با قدرت رفت به حمایت از بشار اسدی که به یک سیاستمدار منزوی در خاورمیانه تبدیل شده بود و از اونجا اتفاقا واژه محور مقاومت بسیار استفادهش آغاز شد، به ویژه برای سوریه، و گفته شد که سوریه بخش مهمی از محور مقاومت هست که نمیشه اساسا از دست بره، و برای همین هم موندند و موفق شدند و بشار اسد رو هم نگه داشتند. رقابت بین دو شاخه حزب بس در عراق و سوریه اشاره کردی، چطور موضوع به عراق خصوصا بعد از سیطره حزب بعث و فروپاشی حکومت صدام انجامید؟ از زمانی که صدام سقوط کرد سال 2003 میلادی یک فرصتی فراهم شد که یک بار دیگه این ایده تشکیل گروه‌های سیاسی شبیه به حزب الله لبنان با هدف اثرگذاری بر اون کشور، بالا بردن نفوذ ایران و تبدیل کردن اون کشور به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مانند غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی فراهم شد. اتفاقا ابزارهای سپاه قدس هم ابزارهای مناسبی بود این بار، به خاطر اینکه متکی بود به گروهی که در عراقی هایی که در زمان صدام حسین شیعیانی که به ایران گریخته بودند و سالهای بسیاری رو در کنار در واقع نظامیان سپاه پاسداران گذرانده بودند، این افراد اشتراکات فرهنگی بسیاری با ایران پیدا کردند، خانواده‌شون در ایران بودند، برخیشون زبان فارسی بلد بودند و اصلا در ایران تحصیل کردند، و از با کمک این افراد سپاه قدس تونست وارد عراق بشه از همون زمان و یک شبکه گسترده از گروه‌های شبه نظامی رو سازماندهی بکنه. نقطه عطف دوباره اینجا در عراق قبل از اون جنگ داخلی که در دهه اول قرن 21 اتفاق افتاد، در دهه دوم ظهور داعش بود که به حضور ایران و حمایتش از این گروه‌های شبه نظامی یک مشروعیتی هم داد در حضور افکار عمومی و موجب شد که ایران موفق بشه با جمع کردن همه این گروه‌های نظامی در سال 2014 گروه هشت شعبی رو از روی الگوی بسیج ایران بازسازی بکنه. اونجا این جاهایی که اشاره کردی نوعی از پیوستگی جغرافیایی دارن به هم. جالبه که این روزها از حوثی ها در یمن هم به عنوان یکی از ارکان محور مقاومت یاد میشه. پای اونها چطور به ماجرا کشیده شد؟ یمن واقعا مورد منحصر به فردیه تو در جریان محور مقاومت و در زمینه شکاف مذهبی حوثی ها با سنی ها در داخل کشور که بخشیش به مرزبندی یمن شمالی، یمن جنوبی که این کشورهای مستقلی بودند اتفاق افتاده. و نکته دوم رقابت این گروه با عربستان هست، عربستانی که طرفداری میکنه از سنی ها. در این زمینه هست که ایران موفق شد که تا اندازه با گروه انصار الله یمن ارتباط برقرار کنه و ارتباطش هم کاملا متفاوت نسبت به باقی گروه های محور مقاومت. به عنوان مثال ما نمیبینیم که رهبران حوثی ها به طور مداوم سفر بکنن به تهران یا خیلی رسمی اعلام بشه که کمک مالی میشه یا کمک تسلیحاتی میشه. برعکس ایران میگه که اصلا این کمک ها رو انجام نمیده. و با این حال امروز خانم سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، در سخنرانی خودش به نام عبدالملک حوثی هم اشاره میکنه به عنوان یکی از چهره‌های خیلی خیلی کوتاه. همه این گروه ها از نظر مذهبی پیوستگی دارن، به هم کم و بیش نزدیکن، در دائره وسیع از قرائت شیعی قرار میگیرن. گروه های سنی چقدر در این محور جایگاه دارند؟ دو گروه مهم سنی هستند، حماس و جهاد اسلامی، که اینان میتونم بگم نخ تسبیح محور مقاومت هم، به خاطر اینکه یک بخش مهمی از ایدئولوژی محور مقاومت هم طور که اشاره کردم برمیگرده به مبارزه با اسرائیل. هرچند که الان اینطور به نظر میرسه که محور مقاومت نامش و چه تسمیهش مقاومت در برابر اسرائیل، واقعیت قضیه اینه که اینطور نیست. وقتی که اولین بار اسم استفاده شد به عنوان مقاومت در برابر هژمونی آمریکا در منطقه استفاده شد، ولی خب الان ماهیتش بیشتر متکی به این اسرائیل ستیزی است. و به همین دلیل هم وقتی که اسلامگرایی در میان مخالفان و مبارزان فلسطینی محبوب شد و گروه‌های حماس و جهاد اسلامی به عنوان انشعاب هایی از گروه اخوان المسلمین مثل داشتن شکل می گرفتن، جمهوری اسلامی ایران از یک جای تصمیم گرفت که به این گروه ها حمایت مالی بکنه. و البته جهاد اسلامی از حمایت دمشق هم برخورداره و بدون حمایت مالی این دو، هر دو گروه هم مشکل جدی پیدا خواهند کرد. و از جایی که غزه هم
نیروهای اسرائیلی ازش خارج شدند و موفقیت‌هایی که در انتخابات پیدا کردند، این نیروها تبدیل شدند به در واقع نقاط بسیار مهم و کلیدی محور مقاومت و این مجموعه این بلوک سیاسی. ممنونم از کیوان حسینی. تصمیم ایران برای کنار گذاشتن بخش دیگری از تعهداتی که در برجام پذیرفته بود واکنش‌های متفاوتی داشته. رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد. اروپایی‌ها میگویند باید حرف بزنیم. چین و روسیه هم گفتند که دلیل تصمیم ایران را درک می‌کنند. بهرنگ تاج‌دی نگاهی کرده به گام پنجم ایران و واکنش‌ها به آن. دیگر شبیه خاطرات قدیمی است، ولی همین 4.5 سال پیش بود که وزیران خارجه ایران و کشورهای 5+1 کنار هم جلوی دوربین ها آمدند تا اعلام کنند بر سر مناقشه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. حالا دیگر آن لبخندها جای خود را به اعلام کنار گذاشتن تعهدات داده. یک شنبه شب ایران در بیانیه اعلام کرد ایران در گام پنجم کاهش تعهدات خود محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد. بدین ترتیب برنامه هسته‌ای دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت و درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کماف سابق ادامه خواهد یافت. در صورت رفع تحریم‌ها ایران آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. در پی این تصمیم رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا بیانیه مشترک منتشر کردند. آنگلا مرکل، امانوئل مکرون و بوریس جانسون در این بیانیه گفتند مشخصا از ایران می‌خواهیم از هر گونه عمل خشونت‌آمیز دیگر یا توسعه تسلیحات هسته‌ای خودداری کند و هر گونه عملی مغایر برجام را بازگرداند. آلمان می‌گوید به تلاش برای حفظ برجام ادامه می‌دهد. این نقض جدی برجام است، ولی تاکید می‌کنم که به صورت خودکار پایان توافق نیست. هدف ما همچنان حفظ توافقنامه است. ما مشغول گفتگو در این باره با بریتانیا، فرانسه و همچنین چین و روسیه هستیم، طرف‌هایی که در توافق هسته‌ای حضور دارند. اتحادیه اروپا هم که به نمایندگی از جامعه بین‌المللی طرف اصلی مذاکره ایران بود میگوید میخواهد هر چه سریعتر با مقام‌های ایران گفتگو کند. ما واقعا از بیانیه ایران متاسفیم، ولی باید مثل همیشه ببینیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اتفاقاتی که در عمل افتاده چه میگوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وزیر ایران را به بروکسل دعوت کرده. ظاهرا هر دو طرف علاقمندند همکاری دو جانبه ادامه پیدا کند. چین و روسیه موضع نرمتری نسبت به اروپایی ها در پیش گرفتند. معتقدیم اگرچه ایران مجبور شد به دلیل عوامل خارجی تعهداتش را کنار بگذارد، ولی خیشتنداری نشان داده و واضح اعلام کرده که اراده سیاسی برای اجرای مؤثر و کامل برجام را دارد. رئیس جمهوری آمریکا که با خروج از برجام روند کاهش پایبندی ایران را کلید زد، در توییتی با حروف بزرگ نوشت ایران هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ایران همیشه تاکید کرده که هدفش از غنی‌سازی ساخت بمب هسته‌ای نیست، ولی حالا حتی یکی از چهره‌های سرشناس طرفدار دولت و برجام از تصمیمی حتی شدیدتر از خروج از برجام صحبت کرده. محمود صادقی نماینده مجلس ایران نوشته با توجه به اینکه طرف‌های برجام به تعهدات خود بی‌اعتنا هستند، بعید از گام پنجم کاهش تعهدات ایران نیز تأثیری در الزام آنها به اجرای تعهداتشان داشته باشد. از این رو قصد دارم طرح خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از پیمان عدم اشاعه هسته‌ای را به مجلس تقدیم کنم. با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، آینده توافق هسته‌ای چندان روشن نیست. وزیر خارجه آلمان که معتقد است گام اول به سمت پایان برجام برداشته شده. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. ماتس فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن با ماست. آقای فیتزپاتریک، تا اینجا بعد از خروج آمریکا از برجام لنگان پیش می رفت، آنچه که ایران انتخاب کرده روشن کردن تکلیف برجام و پایان دادن به اون از نظر شما؟ <تص->
میدونید همین شنبه بود که من داشتم یک اظهار نظری با همین اصطلاح مینوشتم، این ضرب المثل که ما داریم آخرین میخ به تابوت برجام، چون برداشت ما این بود که اگر ایران باز هم یک گام بیشتری برداره و عقبتر بره از تعهدات خودش یک بحثی بود، اما چیزی که ایران گفت شاید یک مقدار فرق میکرد با انتظار ما و یک مقدار مبهم بود. گفتن که از اینجا به بعد تعهدات خودشون در مورد غنی‌سازی بهش پابند نخواهند بود، اما از طرف دیگه نگفتن چطوری غنی‌سازی خواهند کرد، چقدر غنی‌سازی خواهند کرد. بنابراین امروز یک روز بعد از این اطلاعی که اعلامیه‌ای که ایران صادر کرده، این توافق همچنان در حیات هست، همچنان جا برای مذاکره هست. ایران گفته که اگر که ایالات متحده تحریم ها رو برداره برخواهد گشت به میز مذاکره. این البته خیلی احتمالش کمه ولی همچنان ممکنه. با ضربه ای که ایران خورده بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هنوز از امکان مذاکره حرف میزنید، خیلی خوشبینانه نیست؟ من البته پیش بینی نمی کنم که مذاکره خواهد بود، فقط دارم میگم که یک چنین امکانی وجود داره. من نگاه می کنم به اون چیزی که ایران گفته و نگاه می کنم به اینکه چقدر نزدیک شد امانوئل ماکرون در ماه سپتامبر به اینکه پرزیدنت روحانی و پرزیدنت ترامپ رو با هم دیگه نزدیک کنه. اونا تقریبا داشتن میرفتن که با هم دیگه صحبت کنن، طبق برخی از گزارش هایی که من دیدم که تایید شدن و حتی ترامپ تا حدی به طور مشروط انگار توافق کرده بود که تحریم ها رو برداره. بنابراین چنین امکانی همچنان هست. کشتن ژنرال سلیمانی این احتمال رو کمتر میکنه، اما اون رو کاملا از بین نمیبره. شما با مقام های کاخ سفید آشنایی دارید، با سیستم سیاسی آمریکا هم آشنایی دارید، تا چه اندازه جدی هست آقای ترامپ در زمینه این که تردید نمی کنه اگر ایران تلافی بکنه به ایران حمله خواهد کرد؟ It's hard to say because گفتنش سخته، چون تا اینجا ترامپ به طور معمول همواره خیلی شجاعانه و با کلمات بزرگ صحبت کرده، اما اقداماتش خیلی محدودتر بوده. این کشتن قاسم سلیمانی در واقع یک استثنایی بوده در روندی که تا اینجا از اون شاهد بودیم. بنابراین یک مقدار دشواره که پیش بینی کنیم که آیا در آینده بر همین روال خواهد بود یا اینکه دوباره به اون روال سابق خودش برخواهد گشت که بلند صحبت میکنه اما در عمل محدود عمل میکنه. وقتی که آقای اوباما از توافق اتمی با ایران دفاع میکرد میگفت که این توافق برای جلوگیری از یک جنگ، حالا که ما تضعیف شدن این توافق رو میبینیم و احتمال جنگ هم بیشتر شده، اون پیشبینی درست از آب در اومده؟ Well, I think it was because during من فکر می‌کنم که همینطوره، چون در اون زمان وقتی که برجام برقرار بود ایران به کشتی‌های در خلیج حمله نمی‌کرد، به تأسیسات نفتی سعودی‌ها حمله نمی‌کرد، پهپادهای آمریکا رو ساقط نمی‌کرد، به پایگاه‌های آمریکا در عراق حمله نمی‌کرد. همین اتفاقات وقتی افتاد که پرزیدنت ترامپ از برجام عقب نشینی کرد. بنابراین تحت دولت پرزیدنت اوباما ایران و جهان امن‌تر بود و ایران به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌رفت. تحت پرزیدنت ترامپ هست که جهان خطرناک‌تر شده و ایران نزدیک‌تر شده به اینکه بره به سمت سلاح‌های هسته‌ای. ممنونم از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن با ما.
ترور قاسم سلیمانی واکنشی جدی و گسترده در افکار عمومی جهان عرب داشته که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته. تبادل تهدید میان ایران و آمریکا هم همچنان موضوع ترور قاسم سلیمانی رو کانون اصلی توجه کاربران عرب در شبکه‌های اجتماعی کرده. مرداد فرحمن نگاهی دارد به نگرانی‌های کاربران عرب شبکه‌های اجتماعی و شیوه برخورد آنها با بحرانی که بعد از کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به راه افتاده. حراس از اینکه عراق میدان جنگ ایران و آمریکا شود، بر شبکه‌های اجتماعی در جهان عرب سایه انداخته. حراسی که به زبان طنز هم بیان می‌شود. محدود به عراق هم نیست. خیلی‌ها می‌گویند محمد بن سلمان است که از ترامپ خواسته قاسم سلیمانی را بکشد. پس تلافی این ترور بر سر عربستان هم در خواهد آمد. دیروز رهبر حزب الله لبنان در تهدید آمریکا به حملات انتحاری اشاره کرد. امروز ویدیویی از گروهی عراقی پخش شد که خود را شهادت خواهان می نامند. همان گونه که خداوند در کتابش می فرماید چشم در برابر چشم و دندان بر برابر دندان، ما گروهان شهادت خواهان امام حسین به زودی بر شیطان بزرگ آمریکا حمله ور خواهیم شد. المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني اهلا بك سيدي الكريم. یکی از فرماندهان حشد شعبی هم در رسانه‌ها از آمادگی این نیرو برای حمله به آمریکایی‌ها سخن گفته. اگر از ما خواسته بشه آمریکا رو بزنیم، به خدا همه قرارگاه‌ها و پایگاه‌های آمریکا رو نه تنها در عراق بلکه در کل منطقه می‌زنیم. چون این تهدیدهایی احتمال بروز جنگ را در اذهان عمومی بسیار بالا برده. You get one free revenge shot at me. Okay. روحیه قدیمی و گسترده ضد آمریکایی در جهان عرب هم خودش را در این امیدواری نشان داده که ایران ضربه‌ای کاری به آمریکا بزند. حتی میان کاربرانی که هوادار ایران هم نیستند. برخی از کاربران توییت کردند که برافراشته شدن پرچم سرخ بر مسجد جمکران، یعنی ایرانی ها دارند برای خونخواهی آماده می شوند. جاهای مانند همین مسجد جمکران و دیگر آرامگاه‌های شخصیت‌های دینی از دید کاربران عرب همان هدف‌هایی است که دونالد ترامپ در توییت خود از آنها به عنوان اماکن فرهنگی در فهرست هدف‌های جنگی نام برده. این تهدید واکنش تندی میان کاربران به دنبال داشته. برخی هم توییت کردند که ترامپ از اماکن فرهنگی نام برده چون می‌داند که تاریخ و هویت فرهنگی ایرانیان آنها را به اینجا رسانده. می‌خواهد هویت ایرانیان را نابود کند. رأی دیروز مجلس عراق به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و واکنش تهدیدآمیز دونالد ترامپ به این رأی نیز بازتاب گسترده‌ای میان کاربران جهان عرب داشته. کاربران عکس‌هایی از عراق دوران صدام منتشر کردند که زیر تحریم آمریکا بود. برخی نوشتند اگر ایران زیر تحریم دوام آورد به این دلیل بود که صنعت و کشاورزی دارد و عراق را بازار خود کرد. ما چه داریم؟ تحریم عراق را مصرف کننده کالای ایرانی خواهد کرد. برخی هم به شوخی نوشتند مگر نمی گفتید عراق زمان صدام بهتر بود. حالا ترامپ می خواهد با تحریم شما را به دوران صدام بازگرداند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. همکارم پویا قربانی در استودیو با من. پویا، مهرداد فضای شبکه‌های اجتماعی در جهان عرب رو تصویر کرد. فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم بسیار ملتهبه و از همین حالا جنگ نمادها شروع شده. جنگ نمادها شروع شده. از جدیدترین شروع کنیم. آقای روحانی ساعت پیش توییت کرده بود که من نقل می‌کنم از ایشون، کسانی که به عدد 52 اشاره می‌کنند حواسشون به عدد 290 هم باشه و از هشتگ IR 655 استفاده کرده بود. اشاره داشت به کشته شدن سرنشینان ایرباس ایرانی در سال 67 و نوشته بود که ایرانی‌ها رو تهدید نکنید. اعداد و نمادها
پیوسته داره در مخصوصا شبکه‌های اجتماعی که بخشی از عرصه عمومی هست استفاده میشه، همونطور که در تهران در شهرهای دیگه ایران امروز جمعیتی اومده بودن برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی، در توییتر هم این نمادها داره همینطور استفاده میشه، از جمله همون پرچم سرخی که مهرداد در گزارشش آورده بود، ولی به نوعی پیوسته شده بود با یک شکلی از فیک نیوز که من توضیح میدم. وقتی پرچم سرخ جمعه بر گنبد جمکران برافراشته شد، این پرچم ایالت صلوات الحسین که معمولاً در اول محرم برافراشته میشه در قم و در آخر محرم که پایان آیین سوگواری شیعیان هست تعویض میشه با پرچم دیگه‌ای، همین پرچمی که میبینید. این خیلی به شکل وسیعی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده بود، به این جهت که مثلا ویدیویی از یک مصاحبه در تلویزیون برزیلی منتشر شده بود که مصاحبه شونده داره میگه که این پرچم پس از قرن هاست که برافراشته شده و این نشون دهنده اینه که انتقام ایرانی ها قطعی است. این خیلی هیجان زده کرده بود فضای شبکه‌های اجتماعی رو، به توییت هایی به زبان اردو در پاکستان و توییت هایی به زبان عربی به این موضوع اشاره کرده بود. البته در فرهنگ شیعه این پرچم نماد انتقام و خونخواهی هست، اما اینطور نیستش که پس از سالها و پس از قرنها به اهتزاز در اومده باشه. وقتی صحبت از پرچم میکنیم، این نمادها استفاده های دیگه هم داشته. دونالد ترامپ در اولین واکنشی که به مرگ قاسم سلیمانی داشت پرچم آمریکا رو توییت کرده بود. این چیزیه که الان کاربرا به شکل دیگه همونطور که میبینید ویدیویی درست کردن که اون پرچم رو پرچمی روی تابوت سربازهای آمریکایی نشون میده و تعداد لایک های اونو با یه بازی با لایک و کیل کردن اونجا و تعداد کشته شده های سربازا رو اصطلاحا دارن به نوعی داره وحشت افزایی میکنه، سعی میکنه با این ویدیو. یکی دیگه از چیزایی که استفاده شده بود البته دیروز بود، شیخ حسن نصرالله در پیامی گفته بود که سربازای آمریکایی عمودی میان و افقی برمیگردن، همونطور که میبینید. اینم خیلی سریع به یک گرافیک تبدیل شده بود و بسیاری تحسین کرده بودن نصرالله رو بابت اینکه چقدر بلده و چقدر آگاه به زبان بدن و میتونه پیامش رو اینطوری منتقل کنه. بسیاری مقایسه کرده بودن با عملکرد مسئولان در ایران و گفته بودن که بهتره که یاد بگیرید از نصرالله برای اینکه چطور میتونه این پیام رو منتقل کنه. همونطور که گفتم این فضای هیجانی و یه جور رعب و وحشت برای بعضی از کاربران بوده، برای بعضی از موافقان جمهوری اسلامی در حقیقت هیجانی بوده و برای آمریکایی ها مثلا ایجاد وحشت کرده برای بعضی هاشون. اظهار نظر داشتیم از جان لیمبرت، همونطور که در عکسش رو میبینین یکی از گروگان های آمریکایی که در سفارت آمریکا در تهران بود. او در اظهار نظری گفته که خطاب به ترامپ گفته که نمیخوام من بخشی از تصمیم ترامپ برای کشتن مردم یا نابودی تخت جمشید باشم، لطفا برای من خودتو به زحمت ننداز. به جز اون ما نقل قول دیگه داشتیم در توییتر چند روز پیش، سلام اندرسون که اون هم پدرش نه در تهران بلکه در لبنان 7 سال گروگان گروه های مورد حمایت ایران بود، اون هم گفته که بهتره که ترامپ از همین توییتی که میبینید بهتره که ترامپ از گروگان ها بپرسه. و از اونها سالم اندرسون ما گفتگو مفصلی داشتیم، او گفت که از او پرسیده نشده، دست کم به عنوان فردی که یکی از اعضای خانواده‌اش توسط یکی از همین گروه ها به گروگان گرفته شده بود. به میراث فرهنگی و تخت جمشید اشاره کردی، این آن چیزی که آقای ترامپ گفته تعابیر مختلفی ازش شده. دقیقاً ترامپ به وضوح نگفته اهداف فرهنگی، ولی خب در شبکه‌های اجتماعی به خصوص و در واکنش‌ها می‌بینیم که بسیاری از مخالفان ترامپ او رو با این برداشتشون از توییت ترامپ که البته دقت زیادی هم در نوشتن این توییت نکرده یا وسواس خاصی نداشته که از اون فرهنگی استفاده کنه یا نکنه، از اینکه بگذریم، واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. از جمله مثلا فرح پهلوی امروز به این موضوع اشاره کرد. ما می‌دونیم که خانم پهلوی علاقه
ویژه‌ای به میراث فرهنگی در ایران داشته و کارهای زیادی هم در این زمینه در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی انجام داده. من قسمتی از پیامش رو می‌خونم. گفته که فرهنگ باستانی ایران با مسالمت و مدارای ذاتیش، بی توجه به اختلاف سیاسی دولت‌ها، از تونل‌های تاریک زمان گذشته از دیروز به امروز رسیده. این نخستین واکنش خانواده پهلوی از به کشته شدن قاسم سلیمانی تا به امروز هست. بسیاری منتظر بودن به نوعی که ببینن مثلا رضا پهلوی آیا واکنشی داشته یا نه، یا سکوتش رو به نوعی تفسیر کرده بودن. در حقیقت این واکنش‌هاییه که من سعی کردم برای میراث فرهنگی بگم. البته در مورد انتخابات آمریکا هم فعال‌های ضد جنگ نظراتی داشتن. وقتمون تمومه. خیلی ممنونم از پویا قربانی. سپاسگزارم از شما که با این برنامه 60 دقیقه 90 دقیقه ای همراه شدید. به دلیل حساسیت اوضاع و به دلیل اهمیت خبرها این برنامه ویژه رو بیشتر از معمول ادامه دادیم. سپاسگزارم از همراهی شما.